سرخط خبرها، اختلاف میان طالبان قندهاری و افراد فسادین فطرت در بدخشان افزایش یافته است. دومین روز اعتراضات مردم بدخشان علیه طالبان، امارات اسلامی نمیخواهیم. زکیه وردک پس از انتشار گزارش قاچاق طلا از کرسی سرکنسول افغانستان در هند استعفا داد. و طالبان در هر کیلومتر پنجشیر 150 نیرو مستقر کردند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. دومین روز اعتراضات مردم بدخشان علیه طالبان، امارات اسلامی نمیخواهیم. منابع محلی در بدخشان گزارش دادند که اعتراضات علیه طالبان وارد دومین روز خود شده است. معترضان پیوسته هشدار میدهند که امارات اسلامی نمیخواهیم. منابع محلی در بدخشان گزارش دادند که اعتراضات علیه طالبان در ولسوالی داریم این ولایت امروز شنبه 15 ثور وارد دومین روز خود شد. ساکنان محلی میگویند طالبان 5 تن از بزرگان مردمی را به بهانه گفتگو درباره مطالبات معترضان با خود بردند، اما هنوز از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. باشندگان محل از بازداشت شدن این 5 نفر از بزرگان مردمی ابراز نگرانی کردند. اعتراضات ضد طالبانی مردم ولسوالی داریم بدخشان روز جمعه 14 ثور آغاز شد. به گفته باشندگان بدخشان، بعد از اعتراضات اولیه افراد طالبان برای سرکوب کردن معترضان دست به تیراندازی به سوی مردم زدند که در آن دست کم یک نفر جان باخت. معترضان گفتند پس از کشته شدن این فرد، باشندگان ولسوالی داریم برای پیمایی خود ادامه دادند. منابع میگویند تظاهرات زمان آغاز شد که افراد طالبان به بهانه ویران کردن کشت های کوگنار وارد خانه های مردم شدند، اما در خانه ها به عفت زنان دست دروزی کردند. در همین حال مقامات محلی طالبان نیز تایید کردند که در این تظاهرات یک نفر کشته شده است. در ویدیویی که منتشر شده دیده می شود که معترضان در بدخشان می گویند دیگر امارات اسلامی طالبان در این ولایت نمی خواهند. در ویدیو دیده می شود که معترضان در ولسوالی داریم بدخشان می گویند اعضای طالبان کوچه به کوچه و خانه به خانه مردم این ولسوالی را آزار و اذیت می کنند. یکی از معترضان گفته که حتی به عفت زنان دست درازی شده و طالبان به ناموس، دین و حریم خصوصی مردم تجاوز می کنند. این معترضان طالبان را متهم می کنند که دیوارهای خانه های مردم را فرو می ریزند و به مردم ظلم و ستم می کنند. اختلاف میان طالبان قندهاری و افراد فسادین فطرت در بدخشان افزایش یافته است. روند سبز به رهبری امرالله صالح گزارش داده است که اختلافات میان طالبان قندهاری و افراد فسادین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه در بدخشان افزایش یافته است. این سازمان میگوید در پی تجدید اختلافات، رهبری طالبان یک عیت برای حل منازعه تعیین کرده است. بر اساس گزارش روند سبز، رهبری طالبان محمد هارون که رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات این گروه است، برای رهبری آیت حل منازعه تعیین کرده است. سازمان تحت رهبری امرالله صالح در گزارش خود نوشته است تمام سرکرده‌های نزدیک به فسادین در بدخشان برکنار شده و یا به ولایت‌های دیگر تبدیل شدند. به گزارش این سازمان، فسادین روزها در قندهار انتظار کشید تا بتواند تنها یکی از سرکرده‌های نزدیک خودش را در بدخشان حفظ کند. روند سبز گفته طالبان قندهاری که خود اکنون مدیریت بدخشان را در اختیار دارند، به خلاصه اصلاح طالبان بدخشانی آغاز کرده و بر آنها سختگیری های وضع کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان بدخشانی که با فسادین فطرت روابط نزدیک دارند، احساس می کنند در ولایت خود به عقب رفتند. این گزارش در حال منتشر شد که باشندگان ولسوالی داریم ولایت بدخشان روز جمعه در اعتراض به آنچه که آنان ظلم و ستم طالبان غیر بدخشی میخوانند در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. زکیه وردک پس از انتشار گزارش قاچاق طلا از کرسی سرکنسول افغانستان در هند استعفا داد. زکیه وردک سرکنسول افغانستان در ممبئی ساعت پس از نشر گزارش درباره دست داشتن او در قاچاق طلا از سمت خود کنار رفت. مقام های هندی میگویند پیش از 25 کیلوگرم طلا به ارزش پیش از 2.2 میلیون دلار نزد زکیه وردک در میدان هوایی ممبئی پیدا شده است. خانم وردک در متن استعفانامه‌ای که در شبکه ایکس پخش کرده
به طور واضح درباره اتهام قاچاق طلا چیزی ننوشته است. با این حال او گفته در طول سال گذشته با حملات شخصی موجی بوده است. او همچنین گفته که حملات انجام شده تبعات بزرگ بر خانواده‌اش داشته است. پیش از این ایندیا تایمز به نقل از مقام های هندی گزارش داده بود که خانم وردک در 25 اپریل قصد داشت 25 کیلوگرم طلا را از دبی به هند قاچاق کند. بنابر گزارش رسانه هندی زکیه وردک بازداشت نشد چون از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بود. طالبان در هر کیلومتر پنجشیر 150 نیرو مستقر کردند. حزب روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه 12 ثور ادعا کرد طالبان حدود 19,000 نیرو را که اغلب اهل ولایت های زابل، هلمند، فرا و قندهارند در ولایت پنجشیر مستقر کردند. بنابر اعلام این نهاد در پنجشیر حدود 130 کیلومتر طول دارد که در هر کیلومتر آن 150 نیروی طالبان حضور دارند و در مدارس، خانه های مسکونی غصب شده، آرامگاه قهرمان ملی یعنی احمد شاه مسعود، دانشگاه دولتی پنجشیر، مؤسسه علوم فنی پنجشیر قرارگاه های زده و در روستاها نیز بازگاه های تازه تأسیس کردند. اندپندنت فارسی پیشتر هم گزارش داده بود که طالبان خانه برخی مقام های حکومتی پیشین و سیاستمداران سابق را گرفتند و از آنها به عنوان مهمانخانه یا قرارگاه نظامی استفاده می کنند. در گزارش این نهاد ذکر شده است واحدهای نظامی طالبان در مناطق مختلف این ولایت جنایت های وحشتناک مانند شکنجه، قتل، چپاول، تهوین و تحقیر مردم مرتکب شدند. رسا واید اطلاعاتی روند سبز می افزاید که پیشتر نیروهای طالبان مستقر در پنجشیر با زبان محلی آشنایی ندارند و به همین دلیل مراوده آنان با مردم عادی به حد اقل رسیده است. 12,800 نیرو از وزارت دفاع طالبان و پیش از 6,000 نیروی وابسته به وزارت داخلی طالبان، سازمان استخبارات و گروه های غیر رسمی طالبان به نام تشکیل قومی و اندیوالی در پنجشیر مستقرند. ساکنان پنجشیر هم در چندین مصاحبه با اندپندنت فارسی از حضور گسترده طالبان و ایجاد بازگاه ها و قرارگاه های نظامی متعدد این گروه ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که طالبان به هر کدام از ساکنان پنجشیر که مشکوک می شوند او را بازداشت می کنند. بر اساس روایت ساکنان پنجشیر طالبان فضای عراق و وحشت بر این ولایت حاکم کرده و به مردم هشدار دادند که حمایت و عضویت در جبهه های نظامی مخالف حتی به مرگ آنها منجر خواهد شد. طالبان در روزی ولایت پنجشیر را هم به شدت کنترل می کنند و از هر کس که وارد این ولایت می شود انگشت نگاری می کنند و پس از بررسی سابقه اشخاص به آنها اجازه ورود داده می شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.